دنبال ما هستن. بله آقا خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. این شب ها رو بهتون تبریک میگم. خیلی. انشالله یلداتون مبارک باشه. همچنین مشتاق دیدارتون بودیم. امروز که دوستان گفتن آقای عزیزی که خب جای خود دارن، محمد رضا رفیقمون گفتن آقای کریمی تشریف میارن، خیلی من خوشحال شدم. شما تو پاس، من اطلاعاتم مثل محمد رضا نیست، پاس بودیم. من خیلی جاه شاگرد آقا فیروز. درو خدا غیر پاس؟ پاس بهمن. به به. راهن. راهن. بهمن چه تیم خوبی بود، چرا اینطوری شدی هو؟ نه دیگه یه اتفاقاتی افتاد آقا فیروز. و امروز داشتیم فوتبال میدیدیم آقای کریمی، داشتم میگفتم آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی برمیگرده به هنر ایشون. بله. پاس و اون تیم رویایی و آقای عزیزی مطلبی هست بتونیم. من یاد کارلوس آلبرتو پریا افتادم. خاطره که اون حرکت. بله خاطره جذاب. آقای شما همیشه اینقدر از قدیم دوران بازیگری بانمک بودید آقای کریمی؟ من همه ی فوتبال دوستا یه جایی دوست دارن ایشون مصاحبه کنه. یادمون رفت برنامه زنده است. سلام علیکم و بفرمایید. بله من ابتداعا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. زنده باشید میهمانان گرامیتون، حضار محترم و بینندگان عزیز. یلدا رو، شب یلدا رو بهشون تبریک میگم. انشالله که با رعایت پروتکل های بهداشتی شرایط به گونه‌ای بشه که آخر وقت هممون خط به خیر انشالله. قرار شده دوره هم خیلی جمع نشیم. الان آقای عزیزی گفت من خانواده دورم، با این تصویری و اینا دیگه میبینیم دیگه همدیگر رو. اون که به خاطر کار و من دیوونم، مگر خانواده‌ام دور باشه؟ بله چیزی همینجوری میگی آقا. این دو تا دوست میگم اونم بگو بیان دیگه. همه بیان تو. آره همه بیان دور هم شب یلدا. پریشبا یکی از همکاراتون اومد چند روز پیش بود، یه اشتباه کرد اگه حرف بدی زده که حرف بدی نزده. یه فیلمی گرفته بودن که ما من یه توضیح می‌خواستم. تو جگرکی زشت بود آقا فیلم. من اول تو جگرکی ما داشتیم جگر می‌خوردیم، جگرم با دست دیگه، آخه قاشق چنگالی که نیست، افتاده بودیم داشتیم. باید یه لقمه ریز زد اصلا. من گفتم این صحنه رو گرفتن، بعد به ما گفتن آقا بیا صحبت کن. من گفتم خیلی خوب. اومدم ماسک زدم، الکلم گرفته بودم دستم، یک صحبتی از پروتکل ها شروع کردم. بهداشت، موازین بهداشتی، همه این همه لقمه رو شستین بردین دیگه اصلا کلا. بعد اومدم گفتم که باید رعایت کنن مردم، بعضی رعایت نمی کنن این مسائل رو. بعد شب که فیلم رو دیدم مگو از پشت خوردن ما هم گرفته. همزمان با اون داشت اینه نشون میده هر کی ما رو تو خیابون دیگه، اون پروتکل چی بود اون داستان اون چی بود حیثیت اون پروتکل اصلی خیلی زنده بود. بعد آخه این شما که الان میگی که آقای عزیزی باید کنار خانواده نباشه، همکارتون گفت توی کرونا آقای کریمی جگر میخورن. گفتیم پس کلم میخورن، هویج میخورن، معلومه جگرم میخورن دیگه، چه اشکالی داره با رعایت همه؟ آره به خدا چرا که نه. آقا شما آره دیگه دوست دارین همه دوره هم باشین. آقا شب یلداست شما دو، اولا که بله. اشتباه بزرگ، اول آقا فیروز باید میومد. دلیل داشتیم خدا داد. دلیل داشتیم، میخواستیم همه به احترامشون بیستیم، چون اگه ایشون اول دعوت میکردیم توی این قصه ببین ما چه کارایی میکنیم. پس تشویق ویژه کنیم. البته آقای دین محمدی باید اول میامد چون از همه جای پدر همه بوده. خدایا بذارید من دعوت کنم سیریوس دین محمدی، رضا شاهرودی. بله بله دین محمدی هم تشویق دارن. آقا دین محمدی بزرگ همه. آقا چند تا سلام علیکم. آقا فیروز آقا سلام علیکم. من میشینم کنار محمد رضا. آقا رضا بفرمایید. بفرمایید. من میشینم کنار محمد رضا. ما دو تامون مجریم، جرقه نزنیم فقط. آقا خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. قربون شما. رفاقت تمام کرد آقای عزیز. من می‌خواستم یه گپ کوچولو بزنم ولی دیگه جمع اون جمع شد دیگه. الان دیگه گپ بزنیم. آقا رضا، آقا سیروس سلام علیکم. احترام دارم خدمت حضار محترم، دوستای خودمون، زنده یلدام پیشاپیش تبریک. مبارکتون باشه آیدین محمدی، خیلی خوش منم اومدید. سلام عرض ادب دادم حضار محترم، ان شاء الله که یلدای خوبی داشته باشه. این حجم مهمان جذاب فوتبالیست خاطر انگیز چقدر تشویق درست درمون داره. خیلی شما برنامه ورزشی زیاد رفتین که حالا بین اینقدر فوتبالیست باحال بودی؟ من نبودم چون بزرگ من بله یه دونه مثلا بله. فوتبالی مثلا علیپور اومد کنار من خودم ربات پاره کردم. یادم اون برنامه. آقا فیروز من یه سال بود. آقا فیروز آره. چه سالی شما سیروس کاپیتانتون بود آقا؟ جام تخت جمشید بود. یعنی سیروس بزرگتر از شماست؟ آقا کریمی پدر ماست. من بچه بودم
سر امضا گرفتن از همین آقای دین محمدی کلی کتک خوردم. بزرگ ما هم از محبت دارم. مرسی. ما بچه بودیم آفیوز مربی بود. الان هم مربی آفیوز. زنده باشید. آقا شارودی چه خبر؟ سلامتی. میخواستیم بشه میست که نشد دیگه. دیگه نشد. حالا اتفاق دیگه فوتبال و ما بیشتر فوتبالی حالا خیلی باختارد. یعنی باخت دیدیم خودمون، برد زیاد دیدیم. یه اتفاق میفته، اونا فکر کنم تجربهشون بیشتر از ما بود، تونستن که برنده باشن. ما خیلی کم تجربه داشتیم. حالا با محمد رضا صحبت می‌کردیم. AFC خیلی تو این یکی دو ماه اخیر خیلی کارهای عجیب غریب کرد. بله. یعنی بیگناه بود واقعا، محروم کرد و چند تا بازیکنمون هم که رفتن. اصلا مثلا امیری خودش سه تا بازیکنه. اصلا قضیه حق رایت خیلی شبکه سه رو اذیت کرد. سی خیلی اذیت کرد. AFC مردم اون در جریان باشن، واقعا اذیت شدیم برای اینکه بتونیم بازی رو پخش زنده بکنیم. خداییش همکاری نکردن این سری. واقعا نواشید بهشون بگیم به بازیکن‌ها کار. بله واقعا آقای گل محمدی افتخار هنوز پرسپولیسی هستم و میمونم. به 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 افتخار همه پرسپولیسی‌ها که امروز بازی داشتن. و همه تیم‌ها و همه تیم‌های خوب کشورمون. آقای دین محمدی هم که مرد بزرگ استقلال. بله 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 واقعا این بازی رو ما نگاه ملی داشتیم، هممون، هم ما استقلالی‌ها دوست داشتیم یه تیم ایرانی قهرمان بشه، تیم پرسپولیس قهرمان بشه. اعتقادم اینه که زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، خسته نباشید میگم بهش. دم شما هم گرم. آقای دین محمدی، حالا ما سر این اختلاف سنه که آقای کریمی میگه گرفتار شدیم، الان نمیشه حد زد چی شد. میشه حد زد؟ حالا آقای حرف آقای کریمی نمیشه صحبت کرد. میخوای از تماشاچیا بپرسی نظرتون چیه راجع به فرمایش آقای کریمی؟ اونایی که میگن مثلا آقا فیروز دست اونایی میگن بزرگتره. آقا مشخص میشه. اونایی که میگن یعنی آقا فیروز، آقا فیروز بزرگتره. آره. یه تشویق کنید. اگر که فکر میکنید آقای دین محمدی بزرگتر. آقا من سال 72 اومدم بانک تجارت. بله. فکر کنم آفیروز مربی بهمن بود، تیم بهمن. من 21 سالم بود. یادم یه پیشنهاد داشتم از تیم بهمن، چه برادر آقای باقری اومد به من گفت که تیم بهمن شما رو میخواد. 721 سالشون بوده. چجوری میشه یعنی 51 متعلق 51 شناسنامه اصلیه؟ نه من تا 51 دو سه تا شناسنامه دارم. شناسنامه اصلی گفتم از این سوال آخریه. شناسنامه آخر سال آخریه دیگه. از سال 26326 داره. شناسنامه داره. هر 10 سال یه دونه صادر شده. آقا تو تبریز یلداییم دیگه. رسم و رسوم خاصی تو این سفره یلدایی وجود داره؟ فارق از حالا شهرهای دیگه؟ نه، تبریز هم همین شکلیه، اندونو، انار و ولی آجیل یه مقدار کمتر شرایطش، ولی انار و هندونه بیشتره. آره. تبریز انار و هندونه بیشتره. بله بله. هندونه رو میگن نباید خورد. فقط نگاه کرد. فقط نگاه کرد. آره. الان هندونه و انار همه رو باید فقط نگاه کرد چون نمیشه بخری. خب آقای کریمی شما از قدیما برام تعریف کنید خاطرات بچگی سفره یلدا چه شکلی بوده؟ ما خودمون دهه 60 که بچه بودیم خاطره برمیگرده به اون کرسیه و حافظ خونیه و اناره و هندونه و آجیل و مادر بزرگ. خیلی رمانتیک بودین خدایی. ما خیلی خانواده آره مثلا کرسی و حافظ و خیلی رمانتیک بود. الان اصلا ببین همینجا ما یه پتو مینداختیم رو کرسیمون کجا بود؟ تخمه همه این چیزا، تخمه خربوزا خودمون خربوزا رو تخمهشو خوش میکردیم. شب یلدا میترفت شیک بود. بذارید یه بار دیگه روتوشش کنم. ما همینطوری یه پتویی بود که میشستیم و یه ذره انار رو اینا. شما خاطرات بچگیتون چجوری بوده؟ ما کرسی داشتیم. حالا برعکس شد. کرسی اینا بیشتر به زمان ما برمیگرده. آها. چون که به هر حال وسایل یعنی ما اشتباه میکنیم اگه زیر کرسی رفتیم مثلا. نه فکر نمیدونم حالا دوره شما بوده یا نبوده. حالا دیگه مثلا میگم مال سال 62 سه میگم حدودا. خب آخرای کرسی بوده. کرسیای مثلا شیک بوده، استیل بوده. از این کرسی نمیدونم پرپامون میسوخه هر چی میخورد بهش. حالا هر چی بوده که پا نمونده بود. آقا تو فاز آفیوز نرو. ما چرا نمیگیری مطلب؟ ما کرسی که ما اون موقع داشتیم کاملا به کجا میرسید؟ در اصل میشه برای دوران کودکی قبل از انقلاب. آها. من تا یادم هستش، خدا رحمت کنه انواتتون رو، خدا بیامرزه، ما تو اون شبا
نمیتونستیم جلو خودمون رو بگیریم. شبای یلدا چه خونه خودمون چه هر جای دیگه، بیشترین چیزی که من خاطرم مونده کتکایی بود که می‌خوردیم. ای بابا. آره. ما تمام قسمت‌های همه رو، هفت تا برادر بودیم که سر کرسی با هر طریقی بود باید خودمون بیشتر از بقیه. چهار تا پا جا میشه دیگه. حق برادرای دیگه‌مون، ما حالا کوچیک‌ترم بودیم، شیطون‌ترم بودیم. آخه حق برادرامون می‌خوردیم، ولی شبای یلدا دوران قدیم، حالا قدیمی‌ها شاید تو سالن باشن، خیلی اون صله رحم بهتر از الان انجام میشد. اگر الان بحث کرونا هم نبود، خیلی مردم وقت نداشتن در کنار هم دیگه باشن. خیلی موقع هست که آدم نمیتونه برادرشو چند ماه یه دفعه بینه. ما بدون استثناء، حتی زمانی هم که حالا برنامه هم همین سنخیت رو داره، ازدواج هم کرده بودیم، باید تو این شب دستبوست پدر مادر اون میرفتیم. بدون استثناء همه جمع شده میرفتیم، از برادر کوچیکم دست پدر و مادر اونو میبوسیدیم، خدا رحمتشون، خدا رحمتشون کنه. اون موارد خب شبای یلدا هم دیگه باید در کنارش باشه. پیشنهادم هم اینه که اگر به هر حال به خاطر مسائل کرونا هستش، ولی قدردانی از پدر مادر، بله باهاتون خیلی باید تو این شبا کریمی به تمام بچهای ستاره سازم آموزش بده. باید باشه. آه. باید قدرشناس باشن اونایی که پدر مادرشون در قید حیات قدرشناسشون باشن، بدونن که چه نعمتی بالا سرشون هستش. توصیه من این که یک روز، نه شب یلدا، هر شب و شب یلدا بدونن و به دستبوسی پدر مادرشون برن بدون استثناء. یعنی اگر در توی شهر با هم دیگه هستن، تا دست پدر مادرشون رو نبوسیدن خونه نرن. واقعا با تو پیشنهاد من، اونایی هم که نیستن در قید خدا رحمتشون هستن، خدا رحمتشون کنه. بله واقعا حفظ شد که ما عقلمون، شعورمون، منطقمون، تربیتمون نرسید اونقدر که تا ثانیه آخر، گرچه ما خادم پدر مادر بودیم، اما باید خیلی بیشتر از اینا می‌رسیدیم. توصیه من اینه که تو این شب خوب بله قدر پدر مادراشون همه بدید، زنده باشید. خب یه نکته بگم راجع به عزیزانی که در واقع درگذشتن صحبت کردن. آقای فیروز کریمی، تو این یک سال گذشته خیلی از دوستان، پرستارها، پزشکا، کادر درمان ما زحمت بسیار زیادی کشیدن. ما متاسفانه خیلی از پرستارای عزیزمون از دست دادیم، خیلی از پزشکای عزیزمون از دست دادیم. یک گزارش کوتاه داریم راجع به در واقع پرستارای عزیز، چون مصادفه امشب در واقع جشنمون با روز پرستار. این بخش رو ببینیم، برگردیم من ببینم واقعا چیکار میتونم این وسط بکنم. خیلی کاری ازم بر نمیاد، ولی تلاش میکنیم شب یلدایی جذابی بشه. بریم برگردیم در خدمتتون. بسیار خوب. بین مهمانان عزیزمون بحث فوتبالی کماکان داغ طبیعیه دیگه. دو ساعت از فینال گذشته. ستاره ساز هم یه توضیح بدیم. آقای عزیزی، آقای کریمی اونجا داور بودین. الان ادامه داره؟ بله، احتمالاً فصل جدیدش به زودی دوباره شروع میشه، چون خیلی از مخاطبان شبکه سه سیما دیگه واقعا راهی میدونن برای رسیدن به حقشون در زمینه فوتبال و یه جورایی استعدادیابی خیلی خوبه. بله. و من فکر می‌کنم اگر واقعا دوستان که علاقمند هستن ان شاءالله به این جایگاه برسن که توی تستای اولیه بتونن به خوبی سربلند بیرون بیان، من فکر میکنم واقعا نمیشه با پول مقایسهش کرد که شما بتونید لحظاتی رو کنار آقای عزیزی، کنار آقای کریمی، آقا رضای شاهرودی، جناب آقای دی محمدی سپری کنن که گنجینه ای از اعتبار و دانش در زمینه فوتبال هستن. و فکر کنم تمام کسانی که بتونن همگام باشن با این چهار بزرگوار، اتفاقات خیلی خوبی در آینده فوتبالشون میفته. بهانه شد واسه اینکه به اصطلاح رونمایی هم بکنه شبکه سه سیما در شب یلدا از بله. چهار داوری که قرار هستش که آیه کریمی، آیه عزیز که خودشون پیش کسبت نرسه هستن و آیه شاهرودی، آقای دیما یار جدا نشدنی شبکه سه هستن، آیه عزیزی، آقای فیروز کریمی بزرگوار که همیشه لطف داشتن، خیلی به من کمک میکنن. البته امسال من رضا لیدر و آقای دی محمدی هم خواهند. امسال لیدرمون امسال آقا فیروز بود، امسال سیروز. یعنی شما امسال بسید رو آقا سیروز. آره. یعنی شما چیزا میدین آقا سیروز، میکروفون و این بلنگو، تمام صحبت ها رو بلنگو دارین شما میدین. آقا فیروز یه بلنگو میدین به سیروز. میدین آقا فیروز که آقا سیروز دیگه صحبت کنه. برنامه‌ها با سیروز امسال. همه چی خیلی به شما فکر کنم سخت بگذره. خیلی سخت. میدونم. یعنی شما بین
آقای کریمی نه جایی که آقای کریمی هست ما خود نگه میداریم. زنده باشی. پس ایشالا کی پخش اولیشه؟ بکنم یه ذره این داستان کرونا ایشالا که ضعیفتر بشه بریم واسه ضبط اولی ها اصلا استادیابی اولی پایان امسال که میرسه بکنم ویژه برنامه ای برای نوروز 99400 میشه ایشالا. بارو جا من یه توضیح دارم. دو سه تا از بچه ها بودن که سال گذشته با ما بودن اتفاقا خداداد روشون خیلی تأکید داشت. اون تعدادی که روشون تاکید داشت و حالا به هر دلیلی قسمت نشد اینو دارم به برنامه ستاره ساز میگم به مسئولی بله. گفتن که به یه دلایل خاصی نمیشه اونا باشن. حالا بحث چیز خاصی نبودم گفتن جز اقوامن سر همون خداداد یه ذره گله داشت یه ذره گلمند شد از این قضیه. از اون تعداد واسه اینکه مردم بدونن جایگاه ستاره ساز کجا هستش الان دو تاشون تیم ملی نوجوانان هستن دو تاشون هم تیم ملی جوانان هستن. باری کلا تو واقعا خداداد رو چهار تاشون نظر داشت. باری کلا هر چهار تا رو نظر داشت. من برای یکی از عوامل نمیشتم این همون بود که خداداد تو اون زمینه کنار بهش در سرش مشکل داشت. خیلی بله. دو تاشون تیم ملی جوانان بله. فقط همینا البته هم خودت دلیلش میدونی آقا فیروز خودتون یعنی یه سری نباید میشد الان ما اونو میذاریم به حساب به سالی که میگم خداداد نه اینکه بگیم کنتاکت میگفت باید باشن فرقی نمیکنه بله. میتونن باشن واقعا بله دقیقاً آقا فیروز تو این قضیه خیلی گذشت کرد به این دلیلی که حساب این بود که حق به کسی ضایع نشه و دید با واقعا استعداد دیده بشه بله. دیگه بله. بله. استعداد خب ما یه نکته بگم حالا خیلی صحبت داریم وقتم داریم میخوایم یه سر بریم مشهد مقدس زنده صحن آقا امام رضا که عزیزان اگه مشهد هستین نایب و زیاره باشین خیلی دعا کنید هم مردم سرزمینمون رو هم ما کنار دوستان هستیم. در طول برنامه زوجینو تو این یکی دو ماه اخیر که در جریان بودید یک رو باید میفرستید به 1790 مینیمم رو دریافت میکردید و کلی اتفاقات جذاب داشتیم. خاطرتون است که 39 یه قرعه کشی 200 میلیون تومانی داشتیم. فردا شب قرعه کشی خواهیم کرد و برنده رو اعلام میکنیم. بچه‌ها چقدر زمان داریم فرو جون بریم؟ بسیار خوب مهمانان ما هستن گپ و گفتمان داریم میریم مشهد مقدس برمیگردیم با عزیزانم گفتگو رو ادامه میدیم. رفتیم بسیار عالی زیارتتون قبول باشه انشالله ما را هم دعا بکنید و انشالله این بیماری منحوس هم سریعا تمام بشه کادر درمان مردم با آرامش بدون ماسک بتونن بیان بیرون زندگی کنن و همه چی خوب باشه. آقا رضا امسال تیم ملی ما یعنی در این سالی که جاری میره جام جهانی یا با این جایگاه اتفاق سخت میشه کارمون؟ ما بازیکنهای خوبی داریم من امیدوارم که این اتفاق بیفته و قطعا من میگم همه رو باید بزنیم دیگه فکر بله باید ببریم همه دیگه عراق و اینا دیگه بله نداریم دیگه. بله متاسفانه هم اگه حالا شرایط کرونا نبود تماشاچی داشتیم میزبان آره بودیم خیلی عالی آره بود آره. اما باز ما امیدواریم ما بالاخره ایران هستیم و تیمای دیگه هم به عنوان قدرتمند رو ما حساب میکنن و ما بازیکنهای خوبی هم داریم الان شاغلن تو لیگای اروپا دارن خیلی خوب هم بازی میکنن اونا هم اضافه بشن به این بازیکنایی که تو لیگ خودمون تیم قوی میشیم ان شاء الله ما دعا میکنیم که این اتفاق بیفته ان شاء الله ان شاء الله. آقای دی محمدی میگن شما آلمان بودین آقا گوش بدین هم اتاق بودین با آقا محمدرضا یه سوال از آقا سیروس چون حالا غیر از هم اتاق که می‌خواستی پرسی گفتن که انگار ایشون از سبک مربی منچستر توی کار فنیشون استفاده میکنن تو رو خدا اسمش چیه سبک خیلی خوبی داره همینی که الان هست الان هستش خیلی سخته قربونه دارم سیروس بریم آقا بفرم میگن هم اتاقی بودن آقای دین محمدی آلمان با یورگن کلوپ درسته؟ مربیش بوده مربیش هم اتاق بودن سیروس مربی آقای کلوپ بوده مربی ایشون بوده سیروس مربی کلوپ خب کلوپ خودش الان 112 سالش نیست مگه؟ نه نه شست چهل و هفت نه بیشتر نزدیک 50 سالش بله 50 سال موقعی که نونه هالان بود ایشون بعد مونده پس آن تو نو همبازی بودین فکر کنم بله موقعی که من رفتم ماینز یورگن کلوب هم تو ماینز بود الان داشتم تعریف میکردم ما هر موقع کلاس تئوری داشتیم مثلا یه ساعت ایشون اونقدر سوال میکرد منم که زیاد زبون آلمانی زیاد بلد نبودم تازه رفته بودم
هی سوال میکرد، ما هم اون پشت بینه این که تو مدرسه عقب میشنم، ما هم عقب میشستیم که یه چیزایی متوجه نمیشدیم. بعد میگفت بابا تموم کن بریم تمرین کنیم ول کنیم، چون مثلا عادت نداشتیم، فوتبالیست های ایرانی اصلا عادت ندارن کلاس تئوری برن بشینن. به خاطر همون هی سوال میکرد سوال می. خودشم من یادمه ریورپول رو خیلی دوست داشت اون موقع، الان هم که تیمش دوباره بهترین مربی دنیا شد و تیمش هم که الان دوباره فکر کنم صدر جدول ماجرا شد. کنیم از حرفای آقا سیروس، بازیکنای الان از مربیاشون خیلی باید سوال بکنن اگه میخوان در آینده موفق باشن مثل کلوب. باید هی سوال کنن تو کلاس‌های تئوری، یک ساعت دو ساعت که کار در بیاد، کار در بیاد در آینده مربی موفق. آره ما یه درخت آرزوها داریم، فقط اینم سریع بگم که همین قصه مینیمم که همیشه همراه ماست در زوجینو، شما امشب و فردا شب وقت دارید که یک رو بفرستید به 1790، چون فردا شب قرعه کشی 200 تا جایزه خواهیم داشت که مجموعش میشه 200 میلیون تومان. امیدوارم شما برنده باشید. اما عزیزان و بزرگواران، این درخت آرزو قراره شما هر کدوم یک عدد انتخاب بکنید، عدد که بازشه حالا یک کمک هزینه جایزی است یا برای حالا ناباروری زوجهای یه اتفاقی رو در واقع اسپانسر ما انجام میدن. آقا فیروز شما بفرمایید یه عدد انتخاب بکنیم ببینیم چی در میاد دیگه، چه کمکی میتونیم. عدد دو رو انتخاب بکنیم. عدد دو داریم، بله، نوک قله است، ببینیم چیه. 75 میلیون ریال، 75 میلیون تومان، 750 میلیون ریال، سه تا جایزیه. یه تشویق درست سرمون. آره. جایزی هم نمیشه اینا. حالا داری سیاه میکنی. نه دیگه. یه دونه جایزی هم نمیشه. 75 میلیون سه تا تیکه. سه تیکه برای سه تا جایزه. ببین ما خدا داد توی برنامه خودمون صحبت میکنیم، میگیم اگر که سبک دربی خیلی از زوجا پیش ما میان، میگیم وسایل اضافی تو جایزه‌تون چی داشتین، انقدر اسم میبرن میگن اصلا اینا رو نمیداشتیم یه جایزه سبک جذاب بتونیم زندگی رو شروع کنیم. حال که باید داشته باشن شما یه یخچالش، حالا ولش کنید همونی که شما میگین دیگه. آقا رضا بفرمایید. منم عدد 16. به به، بله، عدد پیرن تیم ملی آقا رضا. بله بله آقا رضا، از شبهای دوست داشتنی فوتبال. 350 میلیون ریال. ببینیم چی بوده عدد 16. برای یک بیمار، یک زوج که نابارور هستن، این مجموعه کمک میکنه که انشالله بتونن بچه دار بشن و لذت ببرن از ثمر زندگی. آقا سیروس بفرمایید. عدد نداریم برای سیروس. من شماره 14. 14. بله. خب 14 رو ببینیم. 650 میلیون ریال برای دو مورد ناباروری زوجهای عزیز و یک جایزیه. حالا انشالله که مبارکشون باشه. تشویقشون کنی خواهش میکنم. سه سه شدیم. من زورم به شما میرسه، میذارم آخر رو آقای عزیزی بفرمایید. خواهش میکنم. منم دیگه 11. بله 11. حماسه ساز ملبورن. ببینیم چی در میاد. 550 میلیون ریال برای کمک هزینه دو بیمار، دو عزیزی که اگر بیماری دارن کمک هزینه براشون باشه و یک جایزیه، اتفاقی که میفته امشب. تشویق کنید خواهش می‌کنم عزیزان منو. شما شماره پیرن که نداشتی، عکس با شلوارای که ورزشی دارم با آقای عزیزی داریم. من 5 دی تولدمه. به به به، افتخار ما همه رو آمدی. به به، 5 دی. آره آقای عزیزی، تبریک عرض می‌کنم. 5 رو ببینیم. 5 دی. بله بله بله. 300 میلیون ریال برای دو عزیزی که بیماری دارن کمک هزینه. آقا یه چیز آقای شاردی پای سر من گفت. خدا چون منو خیلی دوست داره گفت. فیروز داشت میگفت. آقا فیروز آقا رضا چیکار داری؟ گفتم این گفت گفتم درست. برای تاریخ اول دو پنجش مشکل دارین یا به دیش؟ نه پنج رو گفت. نه به بازی من این ایشون به بازی کنه. فکر نکن. نگی تو رو خدا. میگه ولش کن. باش باش بیان نمیده. الان کار نشه فقط دنبال بیانیه. آره خدا ما اصلا در مورد منچستر هم حرف میزنیم صبح به اون بیانیه میدن. آقا چه در منچستر صحبت کردی؟ آره مشکل دارم بچه‌ها با اولگان خطی هم حساس رو چی 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 اولگان سولشر میام حساس بگو. نه اون اصلا هیچ اون هر کی بگه ربات صلیبی داره. آره آره رسما اولگان سولشر چقدر سخته سیروس، چقدر سخته، یه تلاش بکن. این خانواده‌اش خیلی اذیت شدن تو اینه. آقا فیروز یه برنامه سیروس داشت برام تعریف می‌کرد، میگفت یه دونه دفاراست داشتم خیلی خوب بود،
مثل دفاع راست. سیروس یه مقدار با اسمای خارجی مشکل داره، میگه من اسمای ایرانی دوست دارم. مثل دفاع راست بارسلونا دن الوس. نه سیروس این نیست. گفت که دن چی سیروس؟ الوس. گفت نه این نیست، یه دفعه ولش کن کافو. دفاع راست برزیل کافو دفاع راست میگاله اسمش خیلی اهمیتی نداره که. خب آقا بریم یه بازی کوچولو هم بکنیم. اینو بدید آقای عزیزی. آقای عزیزی این درهای نوشابه حالا بار محصولت زمزمه، یکیشو بردارید بدون اینکه اشاره مستقیم بکنید که اون کلمه چیه، یه توضیح بدید محمدرضا بتونه تشخیص بده. جدی؟ آره. یعنی چی؟ یعنی در موردش صحبت کنن. خب بس خداداد، بذار خداداد برای آقای کریمی برداره. خب چرا قد توش نگاه میکنی؟ یکشو برده. خب خب مثلا آره پنارد اون یه دونه که آره دیگه رفت بردن دیگه. شما خودش میکنم آقا محمدرضا بدون اینکه اشاره مستقیم بکنی با آقای کریمی توضیح بده ایشون حدس بزنه که اون کلمه چیه. چیزایی که تو شب گرده قد 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 تخم مرغ. خب حرفه‌ای خیلی خوب قد 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 عالی بود. چرا این سر شبیه خیاره که؟ نه 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 آقا فیروز گفت دیگه تخم مرغش گفت. خب بعد بقیهش میمونه. بقیهش رو توضیح بده یه جوری غیر مستقیم. شل اصلی یه چیزی دیگه کمک کنه چی میشه؟ تخم مرغ. اگه اونی که تو میگی خود مرغ این که تو میگی مثل تخم مرغ مرغ دیوونه. نه تخم مرغ میدونم شکل مرغ است. نه من اون تخم مرغ اون حالتو داره، یه حالت حالت عجیبی داره. مسکل مرغ رو بیاین بیرون لطفا. برید تو فراموش کنین تخم مرغ. یه چیزی وصله به تخم مرغ. اونو شما اون چیه؟ این همون هم این آره. بوی خوبی نمیده گندیده. آره مرسی. آره آره من یه سوال دارم. تخم مرغ رو باید میگفتی الان من گندیده رو چرا کرچ شدی؟ نه اول نه یعنی من گفتم خیلی نه. مثلا ببین نه چرا نه باید میگفتی تخم مرغ اون میشه بدبو. خب که بدبو نداری. مرسی چشم. خب بدین آقای کریمی برای آقای احمدی توضیح بدن. آقا فیروز اگه ایزه بدین آقا فیروز برای آقای شاهرودی بزرگ و یا آقا سیروس توضیح بدن دیگه. شما مهمانی هرچی دستی میگیرید شما هم خواهد کنید. خب پس آقای کریمی برای سیروس توضیح بدین. برای سیروس توضیح بدین برنامه فردا شب سیروس میگه. درست توضیح اگه بدین جنسش چیه یا نه. جنس این که پلاستیکیه؟ نه جنس اون چیزی که بخوام بگم هر چی غیر مستقیم باشه ایراد نداره. مثلا از کل میوه‌جات مثلا میتونیم بگیم آره 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 ولی خودشو نگی. نه نه الان برای آسیروس باید بگین ها. بدید به من آقا یه چیز سخت بردار آقا فیروز. نه نه میگم این اصلا اون نیست. الان میگم قضیه عوض شد. به خودش چیزی خودش دوست داشته باشم میگن الان یه چیزی انتخاب. معمولا به کسایی که یه کار خوبی را انجام میدن تعلق میگیره، میدن بهش جایزه. باریکلا مربیه دیگه این حجمی. یعنی گناهش رو شستی خدا شاهد. حالا میگو خارجی من براش تو ستاره ساز دارم. حالا فعلا میخوام بیادش. آره میخوام یه کاری کنم بیاد ستاره ساز داستان بشه میرم. ببین یه کاری دارم میکنن سیروس انصراف بده. نه خب آقا رضا کسی که معمولا اون کاری که شما دوست داشته باشین رو نمیخواد انجام بده دیگه، همش میره خلاصه سراغ کار خودش. اون آدمه که متاسفانه هی اصلا بیخیال میشه، هی شما میگی این کار میگه انجام میدم انجام میدم، سرسری میگیره کارو. چی کار میکنه طرف؟ اصلا راه مستقیمو نمیره، هی دنبال چیزای آدمه چجوریه؟ آدمه یه دنده دیگه. نه نه اون نمیکنه کارو، انجام نمیده سر راه مستقیم. تنبله ها؟ نه بدون آدمه تنبل. آها آها راهشو کج میگیره مثلا. ببینم آدمه چیزی اصلا کارا رو میخواد چیز آدمه چیزیه. اصلا آدمی که کارا رو درست انجام نمیده دیگه. هی به شما میگه آقا اشاره دی من کارو انجام میدم ولی هی چیکار من تو بده آقای کریمی میگه من آقا تموم شد. چی میپیچونه؟ میپیچونه تموم شد. تشویق داره سرمو میپیچوندن به پیچونیه به پیچونیه تموم شد. خب یه دونه جایزه در اومد، بچه ها گفتن که برای آقای کریمی در آورد. بله درسته؟ بله بله. خب یه جایزه دارید آقا شما پس بعد برنامه تو جایزه باید به سیروس جایزه رو بدن. سیروس هم جایزه خیلی دوست داره. خیلی. پس شما موافقید که به سیروس خان جایزه رو بدن؟ سیروس کارش درسته. کریمی بزرگ ماست.
به ایشون میرسه. خب من یه دونه برای محمد رضا میخوام بازی کنم. بده من بهش بگم اگه استاد. بله بذارید آقای کریمی توضیح بدن. حیفه حیفه ما حضور گرم ایشونو داشته باشیم. من چه توضیحی دارم بدم آخه؟ داد این قابا هم برای ضربه زدن خوبه. ببین با این برنامه با برنامه یه جورایی با برنامه امشب هم مناسبت داره. بله معمولا زوجا سر اون سفره عقد تمام. بابا آقا آفیروز گفتم اگر موافق هستیم بعد از شب یلدا این قابا رو بگیریم واسه ستاره ساز بچه های زرده بزنن. عزیزم الیدی هر کدومش از بنزه استادیوم آزادی پول بشه. ستاره ساز ما همچی چیزی داشتیم جان میزدن بچه ها میشکنن. این الیدی ها خب میدونید اندازه استادیوم آزادی نه حالا اونقدر ولی یه ذره شبیه از تلاس مگه دیگه به هر حال کیفیتش بالاست دیگه. آقا خیلی وقت نداریم. خیلی ممنون. من خیلی حرف داشتم بزنم تو رو خدا. آره به خدا خیلی خیلی به نظرم از هر یک از بزرگ مردان یه خاطره خوب یلدایی فوتبالی بگیریم. قشنگه. آفیروز بفرمایید. برای یلدا من یلدایی فوتبالی اردو بودین بازی تیم ملی بوده خاطره ای دارین؟ خاطره ای که آدم یادش نمیمونه که تو آره. مسابقاتی بلد. که میره مناسبت ها اینقدر بازی ها حساسه که یادم نمیاد. ولی یه روز یه روزی که شب یلدا بود ما یه مسابقه داشتیم با اتفاقا خدا داد تیم خود ما بود. من اون خاطره رو دارم از تیم بهمن که یه بازی داشتیم حالا اسم تیمم نمیبرم که تکدری پیش نیاد ولی یه تیم قوی بود که تو همون شب موفق شدیم که 3-1 اون بازی رو بردیم. اون شب و ما همون توی رخکن یلدا رو برگزار کردیم. واه واه بعد از برد بود دیگه. آقا منم پیرو صحبت‌های آقا فیروز همینطوری الان تو خاطرم نیست اما تو اردو که بودیم قطعاً تو لابی هتل همین چیزای یلدایی رو که حالا هندونه و نمیدونم حالا انار و اینا بچه‌ها می‌ذاشتن بچه‌های تدارکات دیگه همونجا یه جشن کوچیک می‌گرفتیم اما اکثرا اردو بودیم. آره دیگه معمولا نبودی تو مناسبات و کنار خانواده. من می‌خوام آقا سیروس یه دعا کنه برامون برای مردم سرزمینمون. چیزاش سخته همش به سیروس. نه 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 چون ببین انقدر شما دیگه اذیت کردید دیگه می‌خوام آقا سیروس ما دوستش داریم قربونه. بله میدونم مطمئنا همین. من امیدوارم که این بیماری کرونا هر چه سریعتر از کشورمون بره ان شاء الله. همه صحیح و سلامت باشن دوباره اون شور و هیجان رو تو مردم ببینیم. واقعا بعضی وقتا من یه جا میرم ببینم خلوته باور کنین دلم میگیره. دوست دارم همیشه اون شور و شوق مردم باشه رفاقت ها دوباره برگرده نزدیکی ها بیشتر بشه. امیدوارم که سریع همه سلامت باشن اونا هم که کرونا انشالله. دم شما گرم آقای عزیزی ما در خدمت شماییم. ما مخلصیم آقا در خدمت شماییم. زنده باشی. شب خوبی بود. زنده باشید. برای همه بزرگواران آقای احمدی که حالا در انتها گپ با شما میزنم آرزوی موفقیت میکنم. این قاب شیرینی که از 4 بزرگمرد فوتبالیمون میبینید ایشالا در ستاره ساز حتما لحظات همشاد مفرح فوتبالی و استعدادهای جوانی که زیر نظر این بزرگان ایشالا به سرانجام برسه کارشون و بتونن فوتبالیست های خوبی بشن و موفق بشن. دم شما گرم. افتخار به ما دادین تشریف آوردین. آقای احمدی عزیزم جمله پایانی متشکرم بابا جان. خیلی متشکرم از دعوتتون. برام باعث افتخاری بود که امشب در کنار شما و بزرگ مردان عرصه فوتبال باشم. کلی ازشون چیز یاد گرفتیم. کلی باهاشون خاطره داریم ولی امیدوارم که یه ذره تو این شبایی که خیلی هم حال و هوای سخت داره مردم یه ذره به هم دیگه بیشتر مهربانی بکنن. به فکر هم دیگه بیشتر باشیم. مواظب هم باشیم. رقم بزنیم. بله. واقعا مراقب هم دیگه باشیم و این درای نوشابه که الان خیلی راحت باش بازی کردیم و فقط یه خواهشی دارم از همه دوستان خیلی با همین در نوشابه ها میشه کارهای مختلف رو انجام داد. یکیش داستان ویلچر بود که یه مقطعی تو کشورمون بله. خیلی به طور گسترده تبلیغات در موردش صورت گرفت بعد بعضیا دوباره فراموش کردن. خواهش میکنم درای نوشاباتون رو دور نندازین برسونیم به ما برسونیم به زوجینو بله. برسونیم به شبکه سی سیما ما استفاده میکنیم برای رسوندن به اون دست کسانی که میان از طریق همین درهای نوشابه ویلچر درست میکنن برای عزیزانی که نیاز دارن به ویلچر. بله. برای این درهای نوشابه رو دیدم خواهشن کسی دورش نندازه دور نندازید. زمزم هم که میدونید این دو شب کنار ما هست کلی جایزه داره. من حالا انشالله تو فرصتهای بعدی براتون میگم چه اتفاقی باید بیفته. و دوستان عزیزم برای جمله پایانی عزیزانی که حاضر در صحنه هستن اکثرا عزیزان پرستار هستن میخوام هممون یه تشویق جانانه بکنیم این عزیزان بزرگوار رو. بله بله من یه تشکر ویژه میخوام بکنم. بله بله بله
کاش که فقط بیتر میگفتی. زنده باشی. اصای ادب شد. من جا داره از خانواده بهداشت و درمان خاصه پرستاران گرامی دقیقا. یه تشکر ویژه بکنم. گرفتن جانشون در دست بند. به خاطر مردم چیزیه که ارزشش قابل تخمین نیست. انشاءالله خدا بهشون طول عمر و سلامتی بده. ما به عنوان گوشه ای از نمایندگان مردم ایران دست تک تکشون رو میبوسیم، برایشون، برای خودشون و خانواده محترمشون آرزوی توفیق و سرافرازی و سلامتی انشاءالله. به افتخار خودتون. متشکرم. آقا خیلی ممنون. خیلی ممنون.